سازمان ملل و در کمین گزارش ناظران خود درباره افغانستان گفت شاخه خراسان داعش به تدریج در افغانستان در حال قدرت گرفتن است روزنامه ایندیپندنس با انتشار گزارشی در این باره نوشت بر اساس تخمین های سازمان ملل متحد نیروهای شاخه خراسان داعش در حال حاضر بین هزار تا سه هزار نفرند با این حال کارشناسان شبکه های تروریستی این تخمین را رد کرده و شمار اعضای داعش در افغانستان را نزدیک به 6 تن می دانند. گزارش سازمان ملل متحد همچنین میگوید که در حال حاضر علاوه بر القاعده و داعش سازمانهایی چون جنبش ترکستان شرقی حرکت انقلاب اسلامی ازبکستان سازمان جهاد اسلامی خطیبه امام بخاری خطیبه از الجهاد جماعت انصار الله تاجیکستان و تعدادی دیگر از سازمان های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند و به جذب جنگجو مشغول هستند. در این گزارش آمده داعش با تمرکز راهبردی خود بر افغانستان و فراتر از آن در منطقه تاریخی خراسان خود را رقیب اصلی طالبان در افغانستان معرفی می کند. هدف اساسی داعش بنا به این گزارش نشان دادن ناتوانی‌های طالبان برای حکومت داری است.